चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा। الو مامان، شما کجایین؟ من خیلی نگرانم، جواب نمیدین. چی شد؟ چرا به هم خبر ندادین؟ دخترم اوضاع خوب نیست. خب فریه که خوبه، ولی پسرش چی؟ آبجی فریه پسردار شده؟ خدا این خوشی رو به ما داد، ولی دوباره از زمان گره پسر فریه رو از دست دادیم مادر. چی؟ آره، حالا بعدم برات تعریف میکنم. باشه. پسر آبجی فریه. این زن داداشم دیگه شورشو در آورده، یه جوری حرفای نیش و کنایه دار میزنه که دل آدمو میشکنه. شاید این مصیبت‌ها روی ذهن و روانش تأثیر گذاشته، هوش و حواس نداره. حواس نداره؟ آقا جان اون یه حرفایی میزنه که هوش دیگرانو از سرشون میپرونه. خبر دارین که به ویدا میگه بچگون؟ میگه نحسی اون سائما بچه فریه رو کشته. جوریه که هر جا میشینه جار میزنه که ویدا بچگونه و نحسه و من جادوگرم، همش ورد میخونم. این حرف رو باورتون میشه؟ ببین زینب، بهتر اینا رو فراموش کنی. امروز فریه از بیمارستان مرخص میشه و میاد خونه. تو کینه رو بذار کنار، برو دلداریش بده. ببین اونا بیشتر از قبل بهمون نیاز دارن، نباید این حرفای کوچیکو به دل بگیریم، قهر کنیم یا از همدیگه برنجیم. متوجه میشی خانوم؟ درسته، هرچی که شما بگین قبوله. زینب، سائم پسر ما هم بود، دخترمون عروسشونه. صدمه یه بدی دیدن، لطفاً ناراحتی تو فراموش کن. فکر کنم داداش فریه و نسیمه رو آورده. سلام علیکم. آفرین دخترم، بسم الله بگو و بیا تو خونه. بیا دخترم، دعا میکنم خداوند دوبار بهت بچه بده و با خوشحالی به خونت برگردی.
تا وقتی دخترتون تو این خونه است ما رنگ خوشحالی نمیبینیم. ببخشید زن داداش، ناراحت نشیم. فریحه خیلی ناراحت و اذیت شده، واسه همین شما. زن داداش چی میخواییم بگین؟ که طبقه پایین نیاییم؟ خودتون عاقلین، لازم نیست من بگم. داداش جان منم نیا. ببین جاوید، من الان به جز فریحه دیگه هیچی برام نمونده و برای من آرامش و خوشحالی اون مهمتر از همه چیزه. حالا به خاطر بچه هامون تو دلمون جدایی پیش میاد؟ داره؟ جدایی خیلی وقت اومده داداش جاوید، فقط مونده خونه هامون جدا بشن. بریم دخترم. جاوید حالت خوبه؟ اصلا باورم نمیشه اون حرفایی که از دهن داداش و زن داداش شنیدم حقیقت داشته باشه. زینب، اونا ویدای ما رو خیلی دوست داشتن. داداش هیچ وقت بین فریحه و ویدا فرق نمیگذاشت. آره، حتی داداش سعید تو بعضی مسائل به ویدا بیشتر از فریحه اهمیت میداد. و حرفایی که داداش زد منظورش چی بود؟ منظورش همونی بود که ایشون گفت و ما هم شنیدیم. پس یعنی دل زن داداش واقعا ازمون دور شده؟ دل اون که خیلی وقت ازمون دور شده، حالا اون حرف از جدا کردن خونه میزنه. نه زینب، این اصلا ممکن نیست. من چطور میتونم این خونه رو ول کنم؟ من هنوزم داداشم و خیلی خیلی دوست دارم، تو که میدونی. واقعا نمیدونم چطور همه چی میخواد درست بشه. دخترم بگو، نارنگی میخوری یا سیب؟ هیچی نمیخورم. چرا عزیزم؟ ببین با گریه هات با خودت چی کار کردی؟ اینجوری که زندگیت پیش نمیره. مامان، اینجا یه خالیه کنارم رو میبینین؟ اینجا باید بچه همی بود. حالا کی اینجا میخوابه؟ من با شنیدن صدای کی بخندم؟ خدا اگه بخواد همه چی درست میشه. از رحمت خدا ناامید نمیشی عزیز دلم. خدا خیلی زود همه زخماتو درمون میکنه.
و دوباره یه بچه خوشگل بهت میده. زخم من به این زودی خوب نمیشه، به علاوه اونی که از دنیا بره دیگه بر نمیگرده. فریحه دخترم، بچه تو که هنوز تو این دنیا چشم باز نکرده بود و تو رفتن اونو نمیتونی تحمل کنی، به من نگاه کن. صائمو به دنیا آوردم، با چه آرزوهای بزرگش کردم و خودم اونو تو خاک گذاشتم. منم زندم نه؟ با کسایی که مردن نمیشه مرد. من مثل شما تحملشو ندارم، مثل شما نیستم. باید تحمل کنی دخترم، با اونایی که رفتن نباید بمیریم. زندگی یعنی همین، با مرگشونم نمیتونی فراموش کنیم. آره میتونم، غم شما و غم من شبیه هن. دل شما برای جدایی پسر و نوتو خونه، منم نمیتونم غم داداش و پسرم رو تحمل کنم. آخه چرا اینجوری شد؟ بس دخترم، هرچی رضایت خدا باشه. نصیه یکی رو به اسم رضای خدا نذار مامان، اینا همش به خاطر ویداست. نصیه اون ما رو گرفت، داداش و پسرم رو کشت. بهتون گفتم که اون عروستون نکنیم، از همون اول حس خوبی نداشتم. من خیلی تلاش کردم که باباتو قانع کنم اصلا نکنه، ولی اون به حرفام گوش نداد. چه کار میکردم؟ حالا دیگه هرچی زودتر باید از اینجا اسباب کشی کنیم و بریم، یا به اونا بگین از اینجا پاشم برم. تو نگران نباش عزیزم، بابات به اونا گفته که باید از این خونه برن، اونا خیلی زود از اینجا میرن. چطور نگران نباشم؟ ندیدین بچه من از این دنیا رفت؟ چطور زندگی کنم؟ چی کار کنم مامان؟ مامان درست میشه، صبر کن. چطور زندگی کنم؟ ببین من واسه ادامه تحصیل دارم میرم، نمیخوام برم اونجا که بمونم. خدای من، یه جوری نگرانی انگار من نمیخوام برگردم پیشت. خدا کنه زمان زود بگذره و به سلامت برگردی و ما با هم. میگم بهتره واسه بیمارستان برنامه ریزی کنیم. اسکندرم که داره برمیگرده، پس حداقل باهاش بشین و برنامه ریزی کارا رو بکن دیگه. جزئیاتو چک کن، چند تا اتاق باشه، چه امکانات دیگه ای و چه چیزای دیگه ای لازمه. دانیال، من از برنامه بیمارستان نمیگم، دارم از برنامه زندگیمون حرف میزنم، زندگی مشترکم. تو اینا نمیخوای نه؟ معلومه که میخوام، این چه حرفیه که میزنی؟ اما ببین آیزا، اما اگه نداری، همین که برگردی برنامه ریزی رو شروع میکنی. آفرین دخترم، این چیه؟ سوپ برای آبجی فریحه. برای فریحه سوپ میبری؟ خب بده من میبرم. نه مامان، شما چرا؟ من خودم میبرم. خیلی وقت شده که نه آبجی فریحه رو دیدم و نه باش حرف زدم. اون چه فکری میکنه؟ همینطور زنم و اونم ناراحته، مطمئنم بهم نیاز داره. ویدا وایس، اونا بهت نیاز ندارن دخترم. تا وقتی سائم زنده بود تو خونه اونا احترام داشتی، اما حالا دیگه براشون ارزشی نداری. مامان بعد از رفتن سائم نسبت من و اونا که از بین نرفته،
اون آدم ها برای سائم با ارزش بودن. الانم مسئولیت منم. شاید به هم احترام نذارم، ولی به خاطر سائم دوستشون دارم. باشه برو، اما واسه تحمل هر رفتارشون دل تو بزرگ کن. واسه این چیزا به صبر و حوصله نیاز داری دخترم. من دختر شما، رفتار بد دیگران نمیتونه صبرم رو لبریز کنه. نگران نباشید. خدا بهت توان بده. باید برم دستشویی. آره آره بیا. آفرین. باشا. بیا. آفرین. یکم یواشتر برو فریه. آفرین. آفرین. آها. سلام علیکم. علیک سلام. برای آبجی سوپ درست کردم. ممنون، کار خوبی کردین. سوپ اونجا بذارم؟ آره بذار همونجا، دست درد نکنه. بفرما بشین. نه میرم بزنم و سر بزنم، حال ایشونم خوب نیست. تا اون وقت آبجی هم میاد. اینجا چی کار میکنی؟ چون آبجی فریه مریضه، من براش سوپ درست کردم آوردم. کی بهت گفت سوپ درست کنی؟ خاله چتون شده؟ چرا دعواش میکنین؟ کار خوبی کرده، سوپ هم برای فریه خوبه. ناراحت شدم چون کسی بهش نگفته بود. آبجی فریه، الان حالتون بهتره؟ قبل از اومدنت بهتر بودم. بیا این سوپ گرمو بخور. آره فریه بخور. بیا بخور. بیا عزیزم. آفرین. چی شد فریه؟ فریه چی شد؟ بیدا این چه سوپیه که درست کردی؟ چی توش ریختی؟ دختر منو زنم اومن فقط یه سوپ ساده درست کردم. از بس تنده سرفم گرفت. آخه کی توی سوپ اینقدر فلفل میزنه؟ من فلفل نریختم. ماما گلو میسوزه. آره زود آب بیار. پسرم لطفا دیگه به این سوپ نده. نه نمیدم. الان یه چیزی میارم. حالت خوبه؟ بازم به هم سوپ بدین. ببخشید چرا دستات سرد شده. بیا آروم باش. بسه، خاله رفت یه چیزی بیاره، الان میاد فریه. آروم باش. آخه تو چی میخوای؟ بله تو چرا راحتمون نمیذاری؟ زنمو من که فقط میخوام کنارتون باشم. میخوام مثل سایه مراقبتون باشم. ولی ما اصلا دلمون نمیخواد که کنارت باشیم. برای مراقبت از ما کلی اینجا خدمتکاره. اونا فقط خدمتکارن، ولی من دخترتون. دختر من فقط فریه هست. تو عروسم بودی، اونم عروسی که اصلا قبولش نداشتم. از لجبازی سائم بود و سائمم لجبازشو به جا آورد و از این دنیا رفت. حالا دیگه من هیچ نسبتی با تو و هیچ رابطه‌ای هم باهات ندارم. زنمو
نسبت ها رو با این مسائل کوچک نمیشه تموم کرد. من میدونم به خاطر سائم غمگینین و تحمل نبودنش رو ندارین، اما آره، اینو بدون که غم از دست دادن سائم تو رو هم از قلبم و هم از ذهنم بیرون کرده. تو چرا هر بار جلوی من ظاهر میشی؟ قصد کردید زخم منو تازه کنی؟ چرا ولم نمی کنی؟ بذار نفس بکشم، زندگی کنم. از اینجا گم شو، دیگه نمیخوام قیافت رو ببینم. زنمو چطور از اینجا برم؟ اینجا خاطرات سائم هست، در و دیوار این خونه بوی اونو میده. چطور میتونم اینا رو ول کنم و برم؟ تو هیچ حقی تو خاطراتو یادش نداری. اگه از این به بعد حتی اسم پسر منو به اون زبونت بیاری، حسابتو میرسم. از اینجا برو همین الان و دیگه هیچ وقتم بر نگرد. زنمو لطفا اینجوری نگی، منو از اینجا دور نکنی. من خیلی خوب میدونم تو چرا همش میای اینجا. تو به دامادم فراز چشم داری، درسته؟ میخوای زندگی دخترم هم خراب کنی؟ شما چی دارین میگین؟ من هرچی میگم راست میگم. امروز با چشای خودم دیدم. از اینجا گم شو، حق نداری پا تا اینجا بذاری. من حتی نمیخوام قیافت رو ببینم. زینب چرا ویدو نیومد؟ نمیدونم حال زنده داش نسیمه چطوره. حتما حال زنده داش نسیمه خوبه، واسه همین ویدو اینقدر دیر کرده. خدا کنه همه چی خوب باشه. خب بالاخره ویدو با اونا رابطه یه عمیقی داره و اینجور روابط به این راحتی ها تموم نمیشه. فقط اونا این روزا دارن شرایط بدی رو سپری میکنن، خیلی پریشونن، وگرنه ویدا رو همه دوست دارن. ویدا؟ چی شده دخترم؟ ویدا؟ ویدا؟ دخترم در رو باز کن. ویدا در رو باز کن دخترم. ویدا دخترم در رو باز کن لطفا. ویدا عزیزم در رو باز کن، بهمون بگو چی شده. ویدا نتمن زنداداش به شرفای نادرستی زده. من باهاش حرف میزنم. آره ببین چش شده دخترم. مادر دخترم در رو باز کن، بگو چی شده. من کنارتم. مامان شما راست میگفتی، سائم با رفتنش از زندگیم همه ی مهر و محبت ها رو برد. شما که امشبم شام نخوردین،
اینو بگیرید، اینو بنوشید، داروهاتونم بخورید. من اشتها ندارم نسیم، دلم الان هیچی نمیخواد، اصلا سرم هم خیلی درد میکنه. منم اشتها نداشتم، منم سردرد داشتم، اما بازم غذامو خوردم. واسه این که اگه من چیزی نخورم فریهم هیچی نمیخوره. ما باید برای فریه این کارا رو بکنیم. نمیدونم چی بچه های منو چشم زد، آردشون روی خوشحالی رو ندیدم. اونایی که بچه های منو چشم زدن و هیچ وقت نمیبخشم. کی میتونه تو کار خدا دخالت کنه؟ سعید آقا، من دیگه نمیتونم این جور زندگی کنم، نفسم میگیره. منم همین حالو دارم نسیمه، اما کی میتونه کاری بکنه؟ یه کاری میکنیم، از اینجا میریم یه جای دیگه. ببینم کجا میخواییم بریم. این حال بد فریه رو نمیتونم ببینم، به خاطر فریه فرازم خیلی نگرانه. اون که میگفت من فریه رو با خودم میبرم آمریکا، ولی ما به جز فریه کیو داریم؟ من که میگم بیاین ما هم همگی با هم بریم آمریکا. گفتی آمریکا؟ آره، ما هم اینجا نمونیم. این خونه بدون سایم انگار داره منو میخوره. محض رضای خدا سعید آقا، من اگه اینجا بمونم هر لحظه میمیرم. هر طرف سایمو میبینم، صداش به گوشم میاد. نه نسیمه، خدا نکنه چیزیت بشه. هر چی تو بگی من همون کار انجام میدم. منم بدون تو و فریه مگه کسیو دارم؟ من با فراز حرف میزنم عزیزم، اونام دارن میرن آمریکا، پس میگم برای ما هم بلیت بگیرن، نگران نباش. و این خونه؟ اینو میدیمش اجاره دیگه. اجاره چرا؟ چرا نمیفروشیمش؟ مگه میخوایم دوباره اینجا برگردیم؟ و تازه کی از این خونه میخواد مواظبت کنه؟ اگرم اجاره بدیم ممکنه فرداش اجاره نشینا خودشون رو صاحب این خونه بدونن. خیلی خوب، من با مدیر املاک حرف میزنم که بفروشمش. اینو بگیرید. آره دیگه آبجی نفیسه، سنگ رو دلم گذاشتم و دانیال رو فرستادمش خارج، اما نمیدونم بدون اون چطور باید این زمانو بگذرونم. چی کار کنیم شهناز؟ ما مادرها به خاطر آینده خوب بچه هامون این جدایی ها رو باید تحمل کنیم. خب منم این همه مدت بدون پسرم اسکندر زندگی کردم، نه؟ اون که به سلامتی این روزا بر میگرده، نه؟ آره به سلامتی میاد، دیگه همین که بیاد ازدواجشو را میندازم. راستی تو چه تصمیمی داری شهناز؟ دانیال واسه تعطیلات بیاد، ما هم یه جشن بگیریم. جشن؟ میتونیم دانیال و آیزا رو نامزد کنیم تا که اینجوری رابطه دوستی داشته باشن. هر دوشون رو به یه پیوند قوی گره میزنیم. آره خوبه، هر جور شما صلاح میدونی.
ما هم فقط خوشبختی بچه هامونو میخواییم، بقیهش هرچی رضایت خودست. من خیلی خوب میدونم تو چرا همش میای اینجا. تو به دامادم فراز چشم داری، درسته؟ میخوای زندگی دخترم هم خراب کنی؟ امروز با چشای خودم دیدم. از اینجا گم شو، حق نداری پا تا اینجا بذاری. دخترم ویدا، دخترم تا کی اینجوری تو اتاقت میشینی و خودتو حبس میکنی؟ چی کار کنم مامان؟ ببین بابات خیلی از این وضعیت تو نگرانه، برو و یکم کنارش بشین. الان نه، تو واسه این کنار بابات نمیخوای بری که صورت غمگین تو نبینه و ناراحت نشه؟ میخوای بابات چشمای قصه داره تو رو نبینه دخترم؟ آره، اما غم فرزند مگه از چشم پدر و مادر میتونه پنهون بمونه؟ پدر و مادر با دیدن غم فرزند بیقراره. غم تو اگه با پدر و مادرت سهیم شی کمتر میشه. میدونم، من که بهت گفتم نرو اونجا، هیچ کسو نداری، ولی تو به حرفم گوش ندادی، رفتی و ناراحت شدی. مامان چی کار کنم؟ دلم قبول نمی کنه که اون خونه دیگه مال من نیست. عمو جون و زنمو همه منو غریبه می دونه. واقعیت همینه عزیزم، بس دیگه گریه نکن، دیگه گریه نکن دخترم، صبور باش، تو باید قوی باشی و صبر داشته باشی. خداوند یه امتحان بزرگی رو برات گذاشته و تو باید بتونی از این امتحان رو سفید بیرون بیای. میدونم مامان، میدونم دخترم، تو که میدونی، پس بهش اعتماد کن. اونی که تکیه گاه تو ازت گرفته هیچ وقت نمیذاره تو تک و تنها بمونی، تو رو بی پناه ول نمی کنه. دخترم بس، بس این روزای امتحانت با سودم میگذره. گریه نکن دخترم. چاہت تو میری پہلی، پہلا ہے پیار میرا، تجھ سے آباد جیسے دل کا قرار میرا، ہر پل رہے ساتھ تیرا، ہاتھوں میں ہو ہاتھ تیرا، تو عاشقی میری کب سے، میری التجا ہے یہی رب سے، تو ہی ملے مجھے ہر جگہ.